من به شما جوانها عرض میکنم از ماه رجب استفاده کنید، بهره ببرید برای تقویت این بعد معنویت گرا. بعد از ماه رجب هم ماه شعبانه، بعد ماه رمضانه، بهار معنویته. شماها هم مظهر بهار انسانیتید، چون در بهار عمر قرار دارید. از این بهار معنویت هر چی میتونید استفاده کنید. در این ماه فرصت‌های بزرگی است که در اختیار ما همه هست، اما شما جوانها از این فرصت‌ها بهتر میتونید استفاده کنید، درست مثل این فرصت‌های مادی. یه میدانی رو فرض کنید، یه شاخصی رو در اون ته میدان گذاشتن، یه چیزی هم اونجا گذاشتن، به بنده حقیر و به شما میگن که هر کدوم زودتر رسیدید بردارید. خب کی زودتر میرسه؟ معلومه که شما جوانید، نیرو دارید، نشاط دارید، تا بنده بگم به خودم به جنبم شما رسیدید و برداشت. معنویت هم عیناً همینجوره، اینه بدونید. در معنویات هم شماها زودتر، راحتتر، سریعتر، شیرینتر میتونید به مقصود دست پیدا کنید. این کسانی که شما دیدید، انسانهای نورانی که در زمان ما بودن، خب مثلا مثل مرحوم آیت الله بهجت باب مثال، اینا همون کسانی هستن که از جوانی، یعنی از همین سطح زندگی شما مراقب خودشون بودن. اونایی که دیر به فکر میافتن توفیقاتشون کمتره. اونایی که اصلا به فکر نمیافتن از اون نورانیت و شفافیت و زلالی محروم میمونن، میشن مثل خیلی از آدمایی که در دنیا هستن.